رئیسی قاتل جوانان ایران در چندین دهه بود. بیشترین اعدام‌ها در دوران ریاست جمهوری او صورت گرفت. بیشترین سرکوب مردم بلوچستان در دوران حاکمیت او صورت گرفت. حالا واکنش مردم استان سیستان و بلوچستان و همچنین واکنش جهانی نسبت به مرگ رئیسی جلاد چیه؟ بدین منظور دعوت کردیم از طاهر سلجوقی که به سوالات ما در این رابطه پاسخ بدن. با سلام به شما، به نظرتون مرگ رئیسی چه تأثیری در استان سیستان بلوچستان که در معرض بیشترین سرکوب بوده خواهد داشت؟ بله، با سلام به شما و با سلام ها و درود های انقلابی به مردم دلیر استان سیستان و بلوچستان و به تمام جوانان دلیر در سراسر شهرهای ایران. درود بر شما. بله، رئیسی جلاد معروف به قصاب تهران به هلاکت رسید، مرد، سوخت. قبل از اینکه به سوالتون پاسخ بدم اجازه بدین هلاکت و حذف یک مهره بدنام و رسوا به دلیل جنایات زیادی که در این حکومت ضد بشری کرده بود به همه مردم ایران و به خصوص به مردم این خطه دردمند واقعا صمیمانه تبریک بگم. به خانواده شهدای جمعه خونین زاهدان، جمعه خونین خاش، به خانواده های اعدام شده در این مدت که این قاتل بر مسند حکومت بود، به خانواده های سوختبران که تو آتش سوختن برای کسب معیشتشون، یا هر کسی که در طی این مدت داغی بر دل از دست این جلاد بر دل داره. اما در مورد سوال شما، خب این طبیعیه که مردم برانگیخته بشن، تحت تأثیر قرار بگیرن و خوشحال باشن. چرا؟ چون بحث مرگ یک قاتل نیست، حذف یک مهر جنایتکار نیست، بلکه فرو ریختن یک سد، حذف یک مهره خامنه‌ای است که برای سرکوب گذاشته بود. خب اگر ما به موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم، خب خامنه‌ای چرا رئیسی رو برای این پست انتصاب کرد؟ از صندوق های رای بیرون کشید، از فیلتر شورای نگهبان درش آورد. میخواست با قرار دادن رئیسی شکاف های حکومتش رو ببنده، هیچ زاویه با خامنه‌ای کسی باشه که نداشته باشه و در واقع یک مزدور خلص سرسپرده باشه. حالا شما فرض کنید این بحران سنگین هم وارد بشه، چه اتفاقی میفته در اون حاکمیت؟ از طرف دیگه رئیسی رو برای سرکوب آورده بود، برای اینکه قیام ها شعله ور نشه، برای مهار قیام آورده بود، آورده بود که خیزش های مردمی رو فلج کنه. خب حالا این سد فرو ریخته، این مانع کنار زده شده، پس طبیعی است که به دنبالش استعدادها و توانمندی‌های بالقوه توی جامعه تبدیل میشه به یک سیلاب. خب این تأثیرش روی قیام هاست، روی خیزش هاست، اون آتش زیر خاکستر دوباره شعله ور میشه و در واقع آثار و تبعات خودش رو تو جامعه ایجاد میکنه. اتفاقا نگرانی جدی و شدید خامنه‌ای و باندهای حکومتیش هم از این بابتی که مستمرن هشدار میدن، چون میدونن که درون رژیم چه بحران ایجاد شد. خب پس مردم هم باید گفت حق دارن خوشحال باشن. این تأثیرش روی مردمه، روی کسایی که داغی از این جلاد در دل و سینه شون هست. بله. این به مردم امید میده که بابا خدا با ماست، نه با جلادان و آدم کشان. و طبعا به دنبالش آثار سیاسی و اجتماعی خودش رام خواهد داشت که در آینده بروز خواهد. بله، شما به تأثیراتی که مرگ رئیسی خواهد داشت اشاره کردین، اما واکنش مردم استان سیستان و بلوچستان نسبت به مرگ رئیسی چی بود؟ خب از نظر من که خیلی واکنش ها تحسین برانگیز بود، مثل سایر شهرهای ایران. من نمونه های زیادی رو تو شبکه های اجتماعی محلی تو خود منطقه بلوچستان داشتم، مطالعه می کردم، بررسی می کردم. خیلی حرفای خوبی نوشته بودن، حرفای دقیق واقعی. شهروند بلوچ می نویسه در دهه 60 و سالهای بعد از آن بسیاری از مخالفان سیاسی و عقیدتی با حکم و امضای ابراهیم رئیسی اعدام شده بودند. منظورش همون هیئت مرگی که خمینی جلاد گذاشته بود که زندانی سیاسی رو قتل عام کنه. او فشار مضاعف بر استان سیستان و بلوچستان آورد، راست میگه.
مردم بلوچ رو تو تنگنا قرار میداد. جمعه های خونین زاهدان و خاش در دوره ریاست جمهوری او اتفاق افتاد. وحیدی مزدور وزیر کشور بود، تمام نیروهای انتظامی هم تحت فرمان او بودند. تمام اعدام های سیاسی که در رابطه با جرایم عادی از مواد مخدر و غیره بودند در دوران او زیاد شد، شدت گرفت، اعدام ها گسترش پیدا کرد، افزایش پیدا کرد. یا تیراندازی به سوخبرا، کولبرا، اینا شده بود یک امر عادی برای مامورین سرکوبگر. خب اینا همه در زمانی بود که رئیسی حاکم بود. یه شهروند دیگه میگه که مرگ ابراهیم رئیسی باعث خوشحالی بسیاری از ایرانیان چه در داخل و چه در خارج شد، که خب همراه با واکنش هایی هم در فضای مجازی بود و مرگ رو تقاص کارهای وی، تقاص جنایت های وی توی این سالهایی که در مسند قدرت بود قلمداد کردن. حتما تو فضای مجازی همه دیدید که یکی از بستگان مهران نارویی یک بلوچ تحصیل کرده فوق لیسانس بود که زندانی بود و اعدام شد. از هم شهریا و خانوادش بر سر مزارش رفتن و میگن، عکسش هم گذاشته بودن، که میگه آمدم مهران جان بگه مژده بدم که جلاد رئیسی سرنگون شد به امید سرنگونی تک تک جلادان و دشمنان ما. خب یکی دیگه از هموطنان بلوچ میگه بزرگترین جنایت تاریخ رژیم آخوندی در مسجد مکی در زمان رئیسی به وقوع پیوست، اما نه تنها عاملان و آمران را مجازات نکرد، بلکه زاهدان را به حکومت نظامی و حلقه حصار را بر مسجد مکی تنگتر نمود. طلاب، دانشیان معترض و به ویژه علمای دلسوز کرد و بلوچ را به بند و زندان کشید. بخشی از جنایتاشون رو میگن. و خیلی باستابای مردمی که حاکی از شدت شادمانی مردم، خوشحالی مردم، به خصوص خانواده های شهیدان و اعدام شدگان، و البته از نظر من حق دارن که با مرگ این جلاد فرزندانشون خوشحال باشن. بله. حالا علاوه بر واکنش مردم، واکنش های جهانی هم نسبت به مرگ رئیسی وجود داشت. در این باره هم میخواستیم از شما بشنویم، چون این موضع‌گیری ها ناشی از، یعنی موضع‌گیری های بین المللی ناشی از شنیدن صدای مردم ایران و به خصوص صدای مردم بلوچستان هم هست. دقیقا حرف شما درسته. ببینین وقتی که مردم بلوچستان قیام کردن، خیزش کردن، صدای محرومیتشون، صدای سرکوب مردم به اقصا نقاط جهان رسید. فرزندان دلیر بلوچ صداشون رو به تمام جهان رساندن. این واکنش ها محصول همون رسیدن صدا به گوش جهانیان است، نه تنها مردم ایران بلکه تمام جهان. در رابطه با مرگ رئیسی جلاد خیلی زیاد واکنش ها صورت گرفت، که خب اگر بخوام همه اینا رو توضیح بدم فرصت این برنامه نمی گنجه. من به چند نمونه اکتفا می کنم که خودش گویای مواضع تمام افراده. هر کس، ببینین اینو به تأکید میگم، هر کس ذره شرافت انسانی داشته باشه نه تنها از بهلاکت رسیدن رئیسی ناراحت نمیشه، بلکه خوشحالم میشه، چون یک مهره جنایتکار از بین رفت، کسی که دستش به خون مردم و جوانان آغشته بود. خب خیلی از شخصیت‌های جهانی هم از همین موضع گرفتن، به همین دلیل موضع گرفتن که یک جلاد بود. منظورم اینه که موضوع فقط مردم ایران یا مردم استان سیستان بلوچستان نیست، تمام جهان واکنش نشون داد. به عنوان نمونه من چند نمونه رو خدمت بینندگان عزیز بگم. ماریو دیاز بالرت عضو مجلس نمایندگان آمریکا میگه ابراهیم رئیسی هزاران ایرانی را اعدام کرد. همین اعدامایی که فرزندان بلوچ دیدیم که چقدر 20% اعدام ها مربوط به این منطقه بود، و نام جلاد تهران را برای او به ارمغان آورد. همدردی با یک قاتل سنگدل، ببین چقدر تأکید میکنه قاتل، میگه همدردی با یک قاتل سنگدل توهین به قربانیان او و خانواده هاشون هست. یعنی هر کی بیاد این در رابطه با مرگ این جلاد همدردی بکنه، دست میگه پاشو گذاشته رو خونه کی؟ قربانیان. یا سناتور لینزی گراهام عضو سنای آمریکا میگه رئیسی اسم مستعار جلاد تهران را کسب کرده. خب به دلیل جنایت هایی که در سراسر دنیا جهان به افشا شد در مورد او.
یا نقش او در اعدام‌های جمعی هزاران نفر در سال 1988 که میشه همون تابستان 67 خودمون، و دوران ریاست جمهوری او با سرکوب بی‌رحمانه زنان و دختران و سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات مسلحان میز سال 2022 شناخته می‌شود. منظور 6 ماه قیام 1401. یا آقای مایک پمپو وزیر خارجه پیشین آمریکا در رابطه با مرگ این جلاد میگه: جلاد تهران هزاران شهروند ایرانی و بسیار دیگری را در سراسر جهان کشت. خب اینا به صدای مردمی که دارند الان تنین شما در جهان میشنوید. یا آقای مارک روبیو عضو مجلس سنای آمریکا در رابطه با هلاکت رئیسی گفت: جهان به زودی جنایات رئیسی رو فراموش نخواهد کرد. چون کم جنایت نکرده. خب اینا بخشی از واکنش‌های جهانی بود که به گفته شما صدای مردم بلوچستان، صدای مردم ایران بود که در جهان تنینت کرد شد و موضع گرفتن. بله. به عنوان سوال آخر، به نظر شما کسی که مرگ رئیسی جلاد رو تسلیت بگه، مردم ایران و به طور خاص مردم سیستان و بلوچستان محروم چه واکنشی در برابرش خواهند داشت؟ خب طبیعیه از نظر من که مردم آزرده خاطر خواهند شد، خاطرشون غمگین خواهد شد، دل دردمندشون بر سوزش اضافه خواهد شد، چون این جلاد مسئول قتل جوانان تو تمامیت ایرانه، تو تمام شهرها ایران. اما اینجا به طور خاص قتل عام مردم تو جمعه خونین زاهدان و خاش است. ما بیش از 130 نفر رو جلاد به هلاکت رسوند، بیش از 300 نفر رو زخمی کرد که خیلی ها بعدشون به شهادت رسیدن. مسئول و کشتار و اعدام فرزندان بلوچه، مسئول کشتار سوختارانی که برای اندکی روزی جونشون تو آتش میسوخت. بالاخره درد و رنج خانواده های عزیزان خشم خدایی رو از نظر ما برانگیخت و در همون آتشی که چگونه سوخت بران جونشون سوخت، خود این جلاد سوخت. خب مردم این استان هم حق دارن خوشحال باشن، یک جنایتکار از بین رفته. حالا هر کسی تحت هر نامی بخواد مرگ این قصاب و تسلیت بگه، پاشو گذاشته روی خون شهدای جمعه خونین زاهدان، روی خون شهدای جمعه خونین خاش. مردم اونو نخواهند بخشید. چرا مردم بلوچستان نمیبخشن؟ بی این دلیل. ببین من سوال دارم از جوانای بلوچ، از مردم بلوچستان، مگر خامنه ای یا رئیسی بعد از کشتار مردم زاهدان و خاش، بعد از کشتن جوانان در جمعه های خونین، به خانواده های این عزیزان تسلیت گفتن؟ نه، چون دستور کشتار را دادن. حالا کسی بیاد در این مورد به این جلاد، در مورد مرگ این جلاد به خامنه تسلیت بگه، خب معنی مشخصی از نظر مردم داره. اومده پاشو روی خون همون شهدا گذاشته. واقعا این مایه ننگه، مایه ذلته. فرزندای سیستان و بلوچستان این کارو خیانت میدونن. به چه حقی؟ از جانب چه کسی باید به خامنه تسلیت گفت؟ مگر خانواده داغدار نگفتن که ما دیه خون فرزندانمون نمیخواییم، ما خون فرزندانمون رو نمیفروشیم؟ و به همین دلیل میخوام از طرف موضع‌گیری آقای عبدالغفار نقشبندی رو که یک موضع واقعی از طرف مردم بلوچستان هست موضع گرفت در مورد قتل این جلاد، مرگ این جلاد، که واقعا درود میفرستم به آقای نقشبندی. آقای نقشبندی حرف مردم این استان رو میزنه، به نظرم به نمایندگی از مردم و رجال دینی و از طرف خانواده های شهدای خونین زاهدان و خاش میگه، و چه زیبا و درست هم میگه. ببینین میگه: جلاد ستمگر و قصاب بیرحم ایران ابراهیم رئیسی سالیان درازی بر گرده ملت سوار بود، تا توانست زندان کرد، بست و شکنجه کرد، اعدام و حلق‌آویز کرد، دل نسوخت، جگر سوزاند، جگر مردم و خانواده ها رو سوزاند، دلهای مردم، مادران ایرانی و جگرهای پدران و کشتار فرزندان جوان رو سوزاند، سرمست و مغرور روز به روز به صورت پلکانی بر اجساد جوانان وطن پا نهاده بر مسندهای جدید بالاتر و بالاتر می رفت. در بخش دیگری از پیام مولوی نقشبندی خیلی خیلی زیبا، خیلی قاطع و جامع آمده
و میگه اما آنچه میدانستیم و میدانیم این است که فاعتبروا یا اول الابصار، عبرت میگیرید اونایی که جنایتکاران رو حمایت میکنین و تسلیت میگیرید، یا جنایتکارانی که همکنون بر مسند حکومتین. میگه بنده مرگ عبرت انگیز و پنداموز رئیسی را تسلیت عرض نمی کنم. ببینید موضع و مرزبندی آقای نقشبندی رو، چون این گرفتار خداوندی مرهم کوچکی بر زخمهای داغ دیدگان، مایه مسرت و امیدواری بر وعده های الهی می دانم. این جانب برای رئیسی دعای عفو و مغفرت نمی خوانم، چون آن را ناسواب دانسته، یعنی گناه، و سایر ظالمین و تبهکاران به ویژه خامنه ای را از گرفتار شدن به چنین عذاب دردناکی هشدار میدم. چه بهتر از این، چه زیباتر از این، چه قاطعانه تر از این. این حرف مردم بلوچستانه، این حرف خانواده های شهید جمعه خونین زاهدان خاشه. درود بر مولوی عبدالغفار و درود بر مردم بلوچستان که با مرگ این جلاد تأثیر پذیرفتن، خوشحال شدن و با قاطعیت به قیام ها و خیزش های خودشون ادامه خواهند داد و از آزادی مردم دفاع خواهند کرد. با سپاس بسیار و تشکر از شما که در این برنامه با ما همراه بودید. من هم تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیارم گذاشتین که به مردم سیستان و بلوچستان مرگ این جلاد رو تبریک بگم. درود بر شما. خدا نگهدار. گفتگویی بود با طاهر سلجوقی، تحلیلگر سیاسی، با عنوان واکنش مردم بلوچستان به مرگ رئیسی جلاد.